قلب یک عضو منحصر به فرده که هم دارای عضله و هم دارای بافتای عصبی می باشه. وظیفه قلب به عنوان عضوی از سیستم قلبی عروقی پمپ خون به درون سلول‌ها و بافتای بدنه. آیا می دونستید که قلب حتی اگر درون بدن نباشه می تونه به تپیدن ادامه بده؟ در این ویدیو از کانال دانستنی ایران با 10 واقعیت اسرارآمیز درباره قلب آشنا میشیم. مورد اول، قلب شما در روز حدود 100,000 بار میزنه. در افراد جوان ضربان قلب در هر دقیقه بین 70 بار در حالت استراحت تا 200 بار در حالت ورزشه. مورد دوم، قلبتون در هر دقیقه چیزی حدود 5 لیتر خون پمپاژ میکنه. در زمان استراحت قلب تقریبا 5 لیتر خون در دقیقه پمپ میکنه. خون طی 20 ثانیه در تمام سیستم عروقی خونی گردش میکنه. در یک روز قلب حدود 10,000 لیتر خون رو در هزاران کیلومتر رگ به گردش در میاره. 3. قلب 3 تا 4 هفته پس از لقا شروع به تپیدن میکنه. قلب انسان چند هفته پس از رخ دادن لقا شروع به زدن میکنه. در 4 هفتگی قلب بین 105 تا 120 بار در دقیقه میزنه. مورد 4، تپش قلب یک زوج شبیه به همه. طی مطالعه دیوس در دانشگاه کالیفرنیا نشان داده شد که سرعت تنفس و ضربان قلب زوجین با هم هماهنگه. در این مطالعه در حالی که زوجها تمریناتی را بدون صحبت کردن با هم و لمس کردن هم انجام میدادن، مانیتوری ضربان قلب و سرعت تنفسشون رو ثبت میکرد. ضربان قلب و سرعت تنفس زوجها با هم هماهنگی داشت که نشون میده رابطه رمانتیک در سطح فیزیولوژیک نیز معنا دارد. مورد 5، دریچه‌های قلب صدای قلب رو تولید میکنن. باز و بسته شدن دریچه‌های قلبه که صدای تاپ تاپ قلب رو تولید میکنه. مورد 6، قلب در صورت جدا شدن از بدنتون نیز به تپیدن ادامه میده. برخلاف سایر عضلات، انقباضات قلب توسط مغز تنظیم نمیشه. تکانه‌های الکتریکی ایجاد شده توسط گره‌های قلبی باعث ضربان قلب میشه. قلبتان تا زمانی که انرژی و اکسیژن کافی داشته باشه خارج از بدنتون هم به تپیدن ادامه میده. مورد 7، گروه خونی با بیماری قلبی در ارتباط. محققان دریافتن که نوع خونی که دارید میتونه شما را در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی قرار بده. طی تحقیقی که در یک مجله مشهور علمی چاپ شد، افراد دارای گروه خونی AB در معرض بالاترین خطر برای ابتلا به بیماری قلبی قرار داشتند. دارندگان گروه‌های خونی نوع B و نوع A به ترتیب در رده‌های بعدی قرار داشتند. گروه خونی نوع O در معرض کمترین خطر بودند. دلیل این تفاوت هنوز مشخص نیست، اما گروه خونی AB با التهاب در ارتباط بوده و گروه خونی نوع A به طور خاصی کلسترول بالا میبره. مورد 8، حدود 20% خون به کلیه ها و 15% به مغز میره. حدود 20% جریان خون به کلیه ها میره. کلیه ها وظیفه تصفیه سموم و خارش کردن اون به وسیله ادرار رو دارن. اونها حدود 200 لیتر خون را در روز تصفیه میکنن. جریان خون در مغز برای حیات انسان ضروریه. اگر در جریان خون مغز خللی وارد بشه، سلول‌های مغزی در عرض چند دقیقه می‌میرن. پس وظیفه بزرگی به گردن قلب هست. مورد 9، شاخص قلبی پایین با پیری مغز در ارتباط. مقدار خون پمپاژی قلب با سن مغز رابطه داره. حجم مغز افراد دارای شاخص قلبی پایین کمتر از کسانیه که شاخص قلبی بالا دارن. شاخص قلبی میزان خونیه که از قلب نسبت به اندازه بدن فرد پمپاژ میشه. همزمان با بالا رفتن سن، اندازه مغزمون به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه. طی مطالعه‌ای که در دانشگاه بوستون انجام شد، مغز افراد دارای شاخص قلبی پایین حدود 2 سال پیرتر از افراد دارای شاخص قلبی بالا بود. و مورد 10، جریان خون آهسته میتونه به بیماری قلبی منجر بشه. محققان در دانشگاه واشنگتن نشانه‌های بیشتری یافتند، حاکی از اینکه چگونه عروق قلبی در طی زمان مسدود میشه. با مطالعه به روی دیواره‌های عروق خونی مشخص شد که سلول‌های خونی در جایی که جریان خون افزایش داره به هم نزدیک‌تر میشن. این چسبندگی سلول‌ها مانع از دست رفتن مایع از رگ‌های خونی میشه. محققان خاطر نشان کردند که در مناطقی که جریان خون آهسته است، احتمال نشت خون از عروق بیشتره. این امر منجر به رسوب کلسترول مسدود کننده در این مناطق میشه. و در آخر برای دریافت اطلاعات و دانستنی‌های بیشتر کانال را سابسکرایب کنید.